سلام، بهروز خباز هستم و شما بیننده و شنونده برنامه گفتگوهای کارگری هستم. من پیش از این در برنامه هام از فعالین کارگری، اقتصاددانان و یا کسایی که به حوزه های کارگری اشراف داشتن دعوت میکردم و مباحث مختلف رو باشون در میون میذاشتم به صورت میزگرد یا مناظره. بعد از یه مدتی تصمیم گرفتم، امسال این تصمیم گرفتم که خودم یکی از مهمانان این برنامه باشم و نظراتم رو در حوزه جنبش کارگری با شما کارگران و فعالین کارگری در میون بذارم. این ابزار در خلأ کار نوشتاری و کتبی که من به شدت از اون دور شدم، به واسطه عمدتاً به واسطه کار رسانه‌ای که دارم، رادیو و تلویزیون، زیاد فرصتی باقی نمیذاره متاسفانه. ما به تازگی سال 97 رو 97 رو بله از سر گذروندیم و شوربختانه مردم در ایران سال نو رو با تلخی شروع کردن. من عمیقا با خانواده های بازماندگان سیل اخیر در ایران ابراز همدردی میکنم و براشون شکیبایی آرزو دارم. همچنین با آرزوهای خانواده های زندانیان سیاسی همراه میشم. امیدواری خودم رو به این شکل مطرح می کنم که امیدواریم این دوستان، این عزیزان به واسطه همبستگی نیرومندی که این عزیزان ما در زندان منتظره و چشم به راهمون هند به وجود بیاد، متحقق بشه. یادی بکنم از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که در گرماگرم مبارزات هفت‌تپه گرفتار بند حاکمیت سرمایه‌داری در ایران شدند. این دو عزیز به واسطه تأثیری که در اون شور و در مبارزات کارگری اون مقطع گذاشتن، واقعا میشه گفت که کل سرسبد جنبش کارگری هستن. همچنین رفقای دیگری که در بند هستن، دوستانی که اخراج شدن، یاد میکنم از رفیق کارگر مهدی آل اسحاق و به هر حال دغدغه الان یکی از دغدغه های ما این شده که دارن رهبران کارگری رو از کارخونجات اخراج میکنن و کاری باید کرد، فکری باید کرد. حتما شما که فعال کارگری هستید، در کارخونه ای که کوچیک یا بزرگ کار میکنید، میدونید، خودتون بهتر میدونید که چقدر نیاز مبرمی داریم ما برای تربیت و تولد فعالین کارگری جدیدی که بتونن در ارتباط با مسئله پیشبرد فعالیت کارگری و مهمتر از مبارزات توده‌ای کارگری همراه و همرزم دیگر کارگران باشند. به هر حال الان حاکمیت سرمایه‌داری به ویژه دولت حسن روحانی از موقع به کار اومدنش همین مسئله رو دنبال کرده به شدت و در کارخونجات سراغ نمایندگان کارگری رفته، اونا رو به محاکمه کشیده، دست در دست کارفرمایان و در موارد زیادی هم اخراج صورت گرفته. برخی از اعتصابات سال گذشته نیز به همین
مسئله اختصاص داشت و اعتراض کارگران به محاکمه و دستگیری همکارانشون بود. به هر حال این ارتقای مبارزات کارگری رو در ایران میرسونه که کارگران پیش از این، حداقل دو سال پیش از این، من کمتر خبر میشنیدم که کارگرا به خاطر اخراج و محاکمه همکارشون دست به اعتراض و اعتصاب بزن. به هر حال مسئله ورود فعالین کارگری به مبارزه کارگری امروز یکی از دغدغه‌های مهم فعالین کارگری در ایران شده و در این میان بحث‌های مختلفی در بین فعالین کارگری هست که آیا از طریق هسته‌های کارگری، هسته‌های مطالعاتی، کمیته‌های کارخونه ما چطور میتونیم این مسئله رو تحقق ببخشیم. انتقال آگاهی به همکاران از طریق ابزارهایی مثل صندوق‌های کارگری، عضویت در صندوق‌های کارگری، تشکیل گروه‌های کارگری کوهنوردی و ورزشی یا تشکیل تعاون مصرف، از این قبیل اقدامات کارگران که سنتاً از مدت‌ها سال‌ها پیش بهش دست بردن و نتایج خوبی گرفتن. مسئله انتقال آگاهی به طور اخص در هسته‌های کارگری، هسته‌های مطالعاتی میتونه پیش بره که امیدواریم در این رابطه شاهد خبرهای جدیدی باشه. من اون سالی که 7-8 سال پیش که اومدم از ایران خارج شدم، هیچ کدوم از این فعالین کارگری نبودن و تازه اونا وارد مبارزات کارگری گویا شده بودن و ما نمیشناختیم، ولی اومدیم دیدیم به تدریج چهره‌های جدیدی از بین کارگرها به مبارزات کارگری معرفی میشن. در همین هفت تپه و فولاد اهواز حرکت شورانگیز زنان کارگر، زنانی که در اون شهر زندگی میکردن در اهواز و شوش، حضورشون در بین صفوف دیگر کارگران مثال زدنی بود. سخنرانان زنی رو ما به چشم دیدیم که تحت تأثیر حقانیت مبارزات کارگری در هفت تپه اومدن سخنرانی کردن و به صفوف همرزمان خودشون در عرصه علنی پیوستن. فکر میکنم در این میان لازم باشه بگم که مسئله حضور همکاران زن در مبارزات کارگری که به نظر من سهواً یک مقدار کم توجهی بهش میشه، خوبه که بهش دقت کافی رو داشته باشیم. هسته‌های کارگری هسته‌های مردانه نیست. منظورمون هرچند جنبش کارگری ایران متاسفانه یک جنبش مردانه‌ایه، اما میشه روی نقاط ضعفمون انگشت بذاریم، آسیب شناسی بکنیم حرکت هامون رو، ببینیم که چقدر تونستیم با همکاران زن در محیط کارخونه یا بیرون از اون در ارتباطات خانوادگی ارتباط برقرار کنیم و مسائل مربوط به مسائل موضوع محیط کار خودمون رو با اونا در میون بذاریم. به هر حال این کارگران انسان‌هایی هستند، زن و مرد در اون جامعه دارن زندگی میکنن و زنانی که در مبارزات کارگری بودن کم نبودن. الان هم به هر حال ما علناً این دوستان رو نمیبینیم، کمتر میبینیم، ولی به هر حال حضور دارن. فعالین چپ در این میان هستن که فعالیت میکنن در همین هستهایی که
صحبتشو کردم و در کمیته های کارخونه. مسئله کمیته های کارخونه بارها در برنامه من صحبت کردیم نمونش. دوستان اون را به عنوان حلقه های واسط در موازات کارگری برشمردن و نظرات مختلفی در این میان مطرح شد. اما من به واسطه اهمیت این مسئله لازم میدونم که نگاه کوتاهی داشته باشم به کمیته های کارخونه. این کمیته ها از زمان تشکیلشون که حداقل در دوران جدید در دهه 80 ما شاهد تولد این کمیته ها بودیم، خواهیم ببینیم که چه دستاوردهایی داشتن. واقعیت اینه که امروز ما ارتقای مبارزات کار توده‌ای کارگری رو عمدتاً مدیون همین کمیته ها هست. این کمیته ها در محیط کار با فعالان با همکارانشون کار میکنن، باشون صحبت میکنن در مورد مسائل و مشکلاتشون و مسئولیت سازماندهی اعتراضات کارگری رو بر عهده دارن. صدها از این کمیته ها در این کارخونه های بزرگ و متوسط و بخشن کوچک هستن، حضور دارن، کار میکنن. من از نزدیک قبل از اینکه بیام بیرون شاهد کار و اعلام موجودیت چند تا از این کمیته ها بودم در کارخانجات بزرگ. به هر حال در نبود تشکل‌های مستقل کارگری که بتونن تثبیت کنن با سوخت و ساز جنبش کارگری در ایران، ما ناچاریم این کمیته ها رو هم بیش از پیش ایجاد کنیم، همین که اونایی که هستن رو تقویت کنیم. برای بغیر از پیشبرد موازات کارگری در ایران، این کمیته ها در درونشون هسته های مطالعاتی هست و روی مباحث نظری جنبش کارگری دارن کار میکنن. یکی از اون کارهایی که طی این چند سال در این کمیته ها صورت گرفته که البته درونی بوده، مسئله سازمانیابی شورایی در آینده مبارزات کارگری بود. برام نگاه به مسئله سازمانیابی شورایی در طی این سال گذشته تجلی اون رو ما در صحبت‌های اسماعیل بخشی فعال رزمندی کارگری دید، اما مادیت داشت. این نگاه در فولاد احواز مادیت داشت، اما اون چیزی که به اسماعیل بخشی مربوط میشه این رو آورد بالا و در صحنه علنی به همکاراش نشون داد. شعار کارنان آزادی شورایی رو ما دیدیم که به سرعت تسری پیدا کرد به دیگر کارخونجات و این بود که من فکر کنم هراس رژیم رو دوچندان کرد و سراسیمه اعدام به دستگیری کارگران در هفت‌تپه و در فولاد اهواز کرد. برحال این مشعلیه که روشن شده در دوره اخیر و خاموشی نخواهد، چرا که کارگران در کارخانجات مختلف در مقابل پرسش‌های همکارانشون
قرار میگیرن و واقعا به این فکر میکنن به طور واقعی ما با چه ابزاری میتونیم مسائل کارگریمون رو به پیش ببریم. این مبارزات کار روش میشه و مسئله سازیابی شورایی رو دوستان در همین کمیته ها به پیش میبرن و امیدواریم در آینده نه چندان دور نتایج درخشانی رو بگیریم. آهنگی رو میشنویم و بعد میگیم. منو دست بسته تو و قلب خسته که هر کی رسیده یه جاشو شکسته، ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه، ابری شو خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد منش تو بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار. پریشونم اما کم باورم کن، هوام از نفس هات داره جون میگیره، نفس میکشم تا خیالت نمیره، ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد من عشق و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ربها بارون به ما. در ادامه مبحث سازمان یابی شورایی میخوام ببینیم که شورایی که ما ازش صحبت میکنیم چه مادیتی داره در مبارزات کارگر. واقعیت اینه که این اولا به لحاظ تاریخی در انقلاب 57 ما شاهد شکل‌گیری شوراها بودیم و کارگرانی که در اون مقطع زندگی کردن مبارزه کردن میدونن اینا منتقل شده. دوم از اون سنت سازمانیابی شورایی در مبارزات کارگری ایران یک سنتی شناخته شده است و کارگران به اون اعتماد دارن، به واسطه سهل الوصول
جمع شدن کارگران با هم دیگه و یا از دو نسل به نمایندگان در هر جایی که توسط بازرسان به عنوان مثال موردی گزارش میشه، اینها میتونن این امکان رو داشته باشن. واقعیت همینه، در کارگران صنعتی به واسطه سهل الوصول بودن کار شورایی، سنتشون همین شوراست و صد البته من فکر نمی کنم که منظور از این صحبت تقابل با گفتمانهای سندیکایی است. بدیهی است که فعالین کارگری تا به حال در کنار فعالین گرایش سندیکایی بودن، در مرزاتشون همراه بودن و از این به بعد هم خواهند بود. این به عنوان یک نگاه عجیب و غریب و به عنوان به مثابه تقابلی با این شکل سندیکایی واقعیت این که مطرح نمیشه. باید یعنی خود کارگران از این مسئله عبور کردن. یه دوره این شاهد بودیم که اومدن و خواستن مسئله تقابل رو به میان بکشن، اما خب دیری نپایید که هر کس رفت پای کار خودش و بر اساس تشخیص خودش مبارزاتشو سامان داد. در جایی سندیکا بوده، در جایی مجمع عمومی بوده و یا سازمانیابی شورایی به عنوان نمونه یکیش رو میتونیم از نیشکر هفت تپه نام ببریم، یا دنا، کارگر دنا، یا مجامع عمومی که در کارگران لاستیک البرز برگزار میشه در اون کارخونه. صحبت زیاد میشه که به هر حال شورا، تشکل شورایی، سازمانیابی شورایی اینجوری نیست که در فضایی که اختناق از سر و روی اون جامعه شوره میکنه کارگران بخوان سازمانیابی شورایی داشته باشه. بدیهی است این مسئله توجه میشه بهش و من فکر کنم خود کارگران در محیط کار خودشون به این رسیدن. الان ابزار مهم موازات توده‌ای کارگری در مسیر سازمانیابی شورایی مجامع عمومی است. برگزاری مجامع عمومی کارگران رو آگاه میکنه، با از نزدیک آشنا میشن با مبارزات هم دیگه، منظورم مبارزات بین کارخونجات هستش. این اطلاعات در واقع رسوخ پیدا میکنه به مراکز واحدهای تولیدی صنعتی دیگه و به این نفع کارگران با شگفتی کار جمع و مجمع عمومی آشنا میشن. همین مجامع عمومی است که تا ما رو تا رفتن به یک توازن قوایی که به نفع کارگران و جنبش کارگری در ایران باشه همراهی خواهد کرد. برگزاری مجامع عمومی امروز دیگه خواب رو از جمهوری اسلامی رو بوده، از حاکمیت سرمایه‌داری در ایران رو بوده. مسئله مجامع عمومی چیزی نیست که بخواد با ترفند شوراهای اسلامی کار بخواد نماینده سازی کنه. کارگران به درستی فهمیدن که شوراهای اسلامی کار از اون اول هم قابل اعتماد نبودن. خانه کارگر عنوان یک نهاد امنیتی و یک تشکل دولتی سازه که در طی این سالها فعالیت خودش رو کرد،
میلیون ها نفر رو به عضویت خودش در آورد. حداقل 2.5 میلیون تا چند سال پیش بود. ولی اینها هیچ کدوم براش کارساز نبودن. بنابراین حتی من اطلاع دارم کسایی که در داخل همین شورای اسلامی کار هستن خودشون واقعیت ها رو میان به دیگر همکارانشون میگن و امروز خانه کارگر و شورای اسلامی رو ساتر از این حرف هستن که بخوان مهار کنن حرکت های رادیکال کارگری رو. بنابراین مسئله مجامع عمومی امروز به طور اخص مطرح داره میشه. یادمون نره کارگرهای هبکو، آذراب، فولاد اهواز، نیشکر هفت‌تپه و بسیاری از کارخانجات بزرگی که در مراکز در شهرها و استانهای مختلف هستند، از تبریز گرفته خزوین و جای دیگه، اینها از طریق همین مجامع عمومی تونستن تا حدودی به خواسته هاشون برسن. همین هاست که مبارزات کارگری رو تضمین میکنه. برقراری پایدار مبارزات کارگری با در حالی که شاهد تحققشون هستیم روز به روز سبب ساز شگفتی های خوبی برای جنبش کارگری و فعالین کارگری خواهد داشت و برای رژیم ایران، حاکمیت سرمداری ایران یک کابوس ابدی رو به همراه خواهد داشت. شب و روز شادی رو براتون آرزو میکنم. انسان انسان است، بیست نخواند بی غذا چاره چیست؟ دیر با وعده نتوان کردش، میده جای وعده نیست. هست چپ دوته، هست چپ دوته، بیره بی جایش اینجاست. در صفه کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری. چون انسان انسان است، گوشاش بر تن خواهد کفشی در پا. گرم با وعده نتوان کردش، حتی با بوق و کرنا. پس چپ دوسته، پس چپ دوسته، ای رفیق جایت اینجاست. در صف کارگران جبهه واحد، چون تو خود نیست کارگری.